At the start of the 1970s, far from the chaos of Tehran, a young film director sought to get back to his roots. Sohrab Shahid Saless was looking to impart a new rhythm to his films, one more in step with real life. With a simple event, a character drama shot in a small town in northern Iran, he invented an aesthetic and a poetry that was to become the trademark of Iranian cinema. اون چیزی که شهید سالس ایجاد کرده بازگردوندن شباهت زندگی با اون چیزی که در سینما داره اتفاق میافته، برای که ما یه زندگی داریم در بستر جاری خودش، یه زندگی داشتیم تو فیلم ها که متأثر از دکور، نور، گریم، دیالوگایی که یکی نوشته، هیچ شباهتش به زندگی از دست داده. اینه چشه؟ این که مرده؟ درسته این فیلم ها در زمان خودشون تو جامعه فراگیر نشدن، اثر مستقیم رو گستره تماشاچی ها نذاشتن، ولی این فیلم ها رو سینماگرهای دیگه اثر گذاشتن. اصلا یه چیزی بود، بنیانگذار هر تیکش مثل نسخه دواست برای هر آدم فیلم میکری، و مطمئنم هر کسی از یه قصه استفاده کرده. یعنی تمام این موقعیت یک بچه در یک خانواده که فهمیده نمیشه، موقعیت یک بچه در یک سیستم، موقعیت بچه در کلاس، من مخش شب، مخش روز، فلان اینا، مادر مریض، نمیدونم فقر فلان، نمیدونم تمام این المانایی که در فیلم آقای شهید سالس بود، تکه تکه بعدن هر کدوم شده فیلم سینمایی با اسم مختلف.